فلاحیار کنگلو. بسیار سپاسگزارم جناب کنگلو، افتخار دارید با هم گفتگوی خودمون رو بر سر جبر و اختیار پی میگیریم و امروز جلسه 22 هست. من از شما میخوام در آسیب شناسی جهانی که اختیارگراست با هم صحبت کنیم. حالا فارغ از این که توصیف شما از جهان به عنوان جهانی که درش یکی از ویژگی‌های برآمده اختیار هست، دشواری این بحث و پدیدارشناسی این یه بحثی هست که در موردش بسیار صحبت کردیم. امروز می‌خوایم در مورد این بحث کنیم که آیا جهانی که یک توصیف و برگفت اختیارگرایانه برش حاکم هست، چنین نگرشی، چنین جهانی آیا به لحاظ فکری، فرهنگی، انسانی آسیب‌هایی هم به کسایی که درش زندگی می‌کنن میزنه یا نه؟ معمولا آنچنان که در فرهنگ اختیارگرایانه با تعابیری هم که من داشتم که همامیزی بسیار نزدیکی هم با فرهنگ دینی داره، برعکس تصور میشه، یعنی پروپاگاندا و تبلیغات به این سمته که جهانی که جبرگرا باشه وحشتناکه. امروز میخوایم بررسی کنیم و کم و کیف این داستان رو برای مخاطبین تا حد بسیاری یا تا حدی دست کم آشکار کنید. احوالپرسی با شنوندگان و بینندگان داشته باشید تا وارد گود گفتگو بشید. درود بر شما دکتر کرمی عزیز، درود بر بینندگان خوب شما و من هم خوشحالم که هفته 22 این بحثا رو ادامه میدیم. نشون دهنده این هست که 22 هفته شما و من حرف بسه زدن داشتیم درباره این موضوع بسیار مهم. اوکی، بذارید وارد اولین پرسش بشم. یکی از چیزهایی که در جهان انسانها رو خیلی خیلی آزار میده احساس خودکوچکبینی یا احساس حقارتیه که به جهت توقعات اختیارگرایانه به انسانها در واقع تحمیل میشه. یعنی ما در زندگی وقتی اطرافیانمون اختیارگرا هستن به صورت ناخودآگاه، لحاظ تاریخی هم نگاه میکنیم، هر چقدر عقبتر میریم این جنبه و این آسیب خیلی چشمگیرتر و بیشتر بوده، از این جهت که به صورت خودآگاه اطرافیان تصور میکنن که در مجموعه ناکامی ها و شکست هایی که بر سر راه ما به عنوان انسان بوده خودمون دخالت چشمگیری داشتیم، در نتیجه برآمد شکست های بسیاری که در زندگی کم نیست، کم و بیش همه انسان‌ها از احساس حقارتی عمیق رنج می‌برند، احساسی که گاهن فلج کننده است و عوارض دیگه‌ای هم بار میشه بهش، از جمله اینکه ممکنه انسانی که احساس حقارت داره نگاه بدبینانه نسبت به جهان پیدا کنه، توقع خودش از خودش و فهم خودش بسیار کم بشه. به همین دلیل موفقیت هایی هم که در آینده ممکنه تجربه بکنه خود به خود و به صورت خودکار کمتر خواهد شد. در صورتی که اگر جهان رو جور دیگه ای بفهمیم، انسان رو برآمد امکان ها و ناامکان هایی که اطلاعات و داده هایی که انسان رو پرورده و بار آورده بدونیم، در نتیجه نوع رویکرد ما با در برخورد با ناکامی ها و مشکلاتی که داریم بسیار تغییر خواهد کرد، یه احساس بسیار رها کننده و آزاد کننده ای خواهیم داشت. چنین تفسیری رو، چنین برگفت و آسیب شناسی رو در مورد احساس حقارت شما میپذیرید یا نه؟ و اگر نه چه؟ احساس حقارت به نظر من هیچ جایی در رابطه انسان ها با همدیگه نداره. اگر شما در زندگیتون امکانات بیشتری دارین و من امکانات کمتری دارم، اگر من شما ببینید، اگر من اینو نسبت بدم به یک جبر حاکم بر جهان، بنابراین تلاشی نمی کنم برای اینی که زندگی داشته باشم شبیه زندگی شما، قابلیت هایی داشته باشم شبیه قابلیت های شما، امکاناتی داشته باشم شبیه امکانات شما، در حالی که در جهانی که من خودم رو مسئول کمبودهای خودم بدونم، شما رو هم مسئول امتیازاتی که دارین و نعماتی که ازش برخوردار هستین بدونم، اون وقت شما برای من به جای اینکه منبع تحقیر بشین، منبع الهام میشین. منبع الهامی میشین که موقعی من در خودم فکر کنم که آنچه که دکتر کرمی داره من هم میتوانم داشته باشم، اون اعتقاد به توانستن داشتن آنچه که شما دارین به نظر من بسیار احساس رها کننده و آزاد سازنده ایه.
به صرف اینی که مسلما شما از ثروتمندترین آدم دنیا یا توانمندترین آدم دنیا یا هنرمندترین آدم دنیا شما میتونین یه روزی تو زندگیشو پیدا کنی که هیچ کدوم از این خصلت‌ها رو و هیچ کدوم از این دارایی‌ها رو نداشته. بین لحظه نداشتن و لحظه داشتن این گپ رو، این فاصله رو واقعا تلاش پر میکنه. تلاشی که اگر من فکر بکنم که دارندگی شما جبره و نداشتن من هم جبره، اون تلاش برای پر کردن اون خندق بین لحظه نداشتن و لحظه داشتن هرگز انرژی، اراده‌ای و محرکی من پیدا نمی کنم که بخوام دارایی هایی رو پیدا بکنم که امروز ندارم و میتونم فردا داشته باشم. اصلا مبنای پیشرفت جوامع بشری همینه که انسان ها، شما اگه به جوامع سرمایه داری نگاه کنین، تفاوتش با جوامع سوسیالیستی دقیقا تفاوت بین جبر و اختیار. در جوامع سوسیالیستی نه اینکه جبر حاکمه، ولی به طور کلی انسان ها قانع شدن که به موجب قوانین کشور نمیتونن با دیگران متفاوت باشن، نمیتونن ثروتمندتر باشن، زیاد نمیتونن امکانات بیشتری داشته باشن. دلیلش زیاد فرقی نمیکنه، ولی به محض اینکه همچین روابطی حاکم شد، ما دیدیم به طور تاریخی که جوامع فقیر میشن، امپاوریش میشن، فقر زده میشن. در حالی که در تفاوت عمده کشورهای جهان اول، کشورهای سرمایه‌داری با کشورهای سوسیالیستی در همینه که در این جهان شما می توانید بشوید آنچه که پتانسیل شدنش را دارید. و همین، فقط همین تفکر در ذهن انسان‌های جوامع آزاد، حالا چه توهم باشه چه واقعیت باشه، قابلیت تولید ثروت عظیمی که در جوامع آزاد یا در جوامعی که توهم آزادی وجود داره، این نشون دهنده اینه که واقعا فقیر بودن جبر نیست، ثروتمند بودن جبر نیست، و نه ثروتمند باید به فقیر احساس حقارت بفروشه، فخر بفروشه، و نه فقیر باید اینو بپذیره. فقیر، نگاه فقیر به ثروتمند، حالا من فقر که میگم الزاما فقر مالی نیست، فقر دانشی، فقر فلسفی، فقر مهارتی، واقعا رابطه فقیر با ثروتمند باید رابطه الهام بخشی باشه به جای اینکه رابطه تحقیر کننده و تحقیر شونده باشه. خب یه نکته مثبت به نظر من در حرفای شما هست که نباید ازش گذشت، و اونم اینه که تلویحا من با بسیار از توضیحات حضرت عالی مخالفم، ولی تلویحا شما میخواید بگید که رویکرد ما در برابر اختلافهایی که داریم تعیین کننده است. این رویکرد گاهی اوقات اگر مناسب انتخاب بشه میتونه علارغم اختلافهایی که داریم رفتار ما رو تغییر بده به سمت مثبت. به این بر میگردیم، ولی علل حساب اگر حرف شما رو بپذیریم، حتی با همین توصیفایی که شما پیش گذاشتید، انسانی که شکست میخوره و ناکام میشه، انسانی که شکست خورده بارها و ناکام شده، انسانی که از کمبودهای بسیاری رنج میبره، مثلا انسانی که فکر میکنه زیبا نیست، انسانی که فکر میکنه رنگ پوستش ممکنه اونجوری که دلش میخواد نباشه، انسانی که قدش، انسانی که پدر و مادرش اونجوری که دلش میخواد نیست، و هزار و یک چیز دیگه هست که در اختلافهای ما قابل توصیفه. در گام نخست اختلافهایی که اساسا قابل برطرف کردن نیست. پس اگر اون بحث الهام بخشی و رویکرد رو بذاریم کنار، در زمینه‌های دیگه‌ای که اساساً امکان جبران وجود نداره، این آسیب بسیار جدیه و احساس حقارت عمیق و سنگینی رو به آدمی تحمیل می‌کنه. اینجا نظرتون چیه؟ به نظر من هیچ زمینه‌ای وجود نداره که یک کمبودی که آدم داره قابل جبران نباشه. مثلا مثالی که شما زدید، فرض کنین که یک انسان سفید پوستی در مقابل یک انسان سیاه پوستی احساس حقارت میکنه یا احساس برتری میکنه، فرق نمیکنه واقعا، برای اینکه نه پوست سفید به طور ذاتی ارزشی داره، نه پوست زیاه سیاه، بلکه واقعا به قول امریکایی ها میگن beauty is in the eye of the beholder، زیبایی واقعا یک تصوره، یک واقعیت نیست. ما چه چیزایی رو زیبا میبینیم؟ بذارید من برای شما یه مثالی بزنم. من حدود 30 سال پیش توی کلیولند کلینیک امریکا با یه عده نشسته بودیم، داشتیم یه فیلم، یک عکس امارای یک بچه 12 ساله‌ای که یه تومور بزرگی به اندازه یه سیب توی سرش بود و یه تومور نادری بود که هیچ کس نمیتونست کلاسیفایش بکنه. ما با یه دستگاه
متفاوتی ازش عکس برداری کردیم که بتونیم جزئیات باوندری تومور رو ببینیم. و 12-13 نفر نشسته بودن، نورولوژیست و نورورادیولوژیست و نوروسرجن و اینا. بعد اون نورولوژیستی که این بیمار اون بود، موقعی که به عکسی که روی تلویزیون بود نگاه می‌کرد، میگفت ببینید چقدر تومور، چقدر قده زیباییه. موقعی که این گفت ببینید what a beautiful tumor، من هی به این تومور نگاه کردم ببینم چه کجای این تومور زیباست. ببین من منظورم زیبایی در ببین کسی که هر روز به 20 تا 30 تا عکس تومور نگاه میکنه، مثلا به یکی بعدن توضیح داد که چقدر تومورها یکی از چیزایی که توی تومورها مشخص کننده برجسته ترین صفتشون هست ایرگولاریتی، نامنظم بودن مرز بین تومور و تیشو سالمه. و این تومور به قدری رگولار بود، به قدری منظم و سیمتریک بود که این همون هم میگفتن همون کارم مشکلش کرده که ما نمیدونیم که آیا این سرطانیه یا غیر سرطانیه. اگه سرطانیه چرا اینقدر رگولاره، اگر غیر سرطانیه چرا این مشکلات رو این پسر جوان داره. و این زیبایی که اون صحبت میکرد، ببین مثلا شما به یه هنرپیشه زیبا نگاه میکنین، به یه گل زیبا نگاه میکنین، چیزایی که برای همه انسان‌ها زیباست. خب من ولی در مورد زیبایی قبول دارم، بسیار بسیار به دریافت ما، نوع تربیتمون بستگی داره. حالا بگذاریم اونا هم خودش داده‌هاییه که ما رو اینجوری میکنه، ولی همه اختلاف‌ها از این دست نیست، مثل رنگ پوست یا مثلا حالت چهره نیست. مثلا فرض کنید یه انسانی که عضلات بسیار قامت بسیار بلندی داره، عضلات بسیار خوبی داره، میتونه یه ورزشکار بسیار برجسته‌ای بشه از وقتی اون هیکلش به لحاظ ژنتیکی رقم میخوره. یه نفر نه، یه نفر کوره، یه نفر مثلا ایرادهایی داره در بدنش. مجموعه از مشکلات هم هست که دیگه از این فایل شما خارج میشه که بخوایم یه جور دیگه تفسیرش کنیم. کمبودها و هزار و یک ناکامی ما تو زندگی تجربه میکنیم که هیچ کس دلش نمیخواد تو چنین موقعیتی باشه. درسته، اگر ما اختیارگرا باشیم، بخش زیادی از اینها به ویژه اونجا که به ناکامی های ما مربوط میشه، مثلا آدم های زیادی هستن موفقیت ها و پیشرفت های تحصیلی کاری نمیدونم تو زندگیشون خانوادهشون رو دنبال میکنن، دنبال این هستن که به اونجا برسن، نمیرسن. و این ناکامی ها متناسب با تفسیر شما انگار که خوب تلاش نکردن، انگار که مثلا فرض کن یه چیزی کم داره. و بعد وقتی به زندگی واقعی و روانشناسی آدم ها هم مراجعه میکنیم، احساس حقارت بسیار بسیار فراوونه. همه آدم ها کم و بیش رنج میبرن ازش و این رنج یک رنج تاریخیه که بشر رو مچاله کرده. یعنی این بحث که بخوایم فرار بکنیم ازش با مثلا زیبایی رو تفسیر کنیم و یا الهام انگیز باشه، اگه حتی این حرف درست باشه، مسئله رو حل نمیکنه. یعنی ما با کمبودها و فقدانهای بسیاری در زندگی روبرو هستیم که از نظر من دست کم میرسه به فقدان داده ها، کمبود داده ها و در نهایت به بخت آدمی، بختی که سرنوشتش رقم میزنه. و اینها در یک فرهنگ اختیارگرا تمامش بار میشه رو دوش فرد، در صورتی که مثلا فرض کن پدر و مادر، جامعه، فرهنگ، دین و بسیاری از چیزها در این کمبودها نقش داشتن. در نتیجه همچنان پرسش پابرجاست. حتی اگر این تفسیرهای شما رو بپذیریم که میش بهش بر میگردیم، به نظر من پذیرفتنی نیست، ولی باز هم این بار سنگین احساس حقارت روی دوش آدمی میمونه. بذارین من از قول دوتا قول دنیای تفکر و شعر و علم براتون دوتا مثال بیارم که خیلی رابطه داره با این، مخصوصا کلمه رنج که شما استفاده کردین و کلمه شکست هایی که به انسان ها حقارت تلقین میکنه. مولوی تو شعر معروفش ای قوم به حج رفته کجایید، میگه با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شمایید. واقعا کسانی که این جمله رو داشته باشین، شعر مولوی رو داشته باشین، اینشتین هم یه جمله خیلی معروفی میگه که به نظر من در رابطه با حرف ماست. اینشتین میگه شکست پیروزی در حال پیشرفته. یعنی موقعی که اینشتین که موفق ترین انسان دنیا در چالش انگیز ترین دانش دنیا بوده از شکست صحبت میکنه و شکست رو اینجوری ترسیم میکنه،
اولا به ما یاد میده که شکست نباید مبنای حقارت باشه، شکست نباید مبنای کمبود باشه، شکست یکی از پله های رسیدن به پیروزیه. کسانی که شکست رو در زندگی یک هدف نهایی یا یک واقعه نهایی، یک رویداد نهایی تلقی میکنن و کسانی که حقارت رو یا ضعف رو یا کمبود رو در شکست در زندگی میبینن یا در کمبود در زندگی میبینن، دقیقاً مخالف این حرف مولوی و مخالف حرف اینشتین عمل کردن. یعنی شما اگر بدونین که شکست رو به مرحله به شکست این مرحله رو با تجربه شکست این مرحله رو به مرحله بعدی ببرین، تجربه شکست مرحله بعدی رو به مرحله بعدی ببرین، میدونین در نهایت هر عملی تو زندگی موفقیت نهفته است. و اگر موفقیت در نهایت بستگی به این داره که ما از شکست اون نتیجه‌ای که شما گفتین رو نگیریم، بنابراین دیگه نه مبنایی برای حقارت، نه مبنایی برای کمبود، نه مبنایی برای غمگینی و نه مبنایی برای احساس حقارت باقی میمونه. احساس حقارت اونجاییه، یعنی واقعا اون چیزی که به من احساس حقارت میده عدم قابلیت توضیح من یا درک من از از تفاوت‌هایی که به طور ذاتی نهفته در طبیعت هست. نه خب ببینید، اول از اینکه دو تا خطا توی این استدلال شما هست، نقل قولی از بزرگان میارید و بعد سعی میکنید ادعای خودتون رو بار اون نقل قول کنید. اون آدم ها چقدر بزرگ باشن الزاماً حرفشون درست نیست، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. دوم، حتی اگر درست باشه شما رو به مقصد نمیرسونه. مثلا در مورد اینشتین این که میگه پیروزی شکست در حال پیشرفته، این اتفاقا با یک نگاه جعبگرایانه قابل توضیح هستش، به این معنا که انسانی که شکست میخوره از یک کمبودهایی رنج میبره، فارغ از اینکه مقصر کی هستش و این کمبودها از کجا اومده. در نتیجه اگر جعبگرایانه نگاه کنیم و این کمبودها رو کشف کنیم، شکست را آسیب شناسی کنیم، از دلش امکانی برای پیروزی به دست میاد. یعنی مثلا فرض کنید یه ورزشکاری که شکست میخوره، اگر متوجه بشه که یک دلایلی، یک نقصانی، یک کمبودی در داده های جایی هست، اگر اونا رو کشف بکنه و اون داده ها رو برطرف بکنه، یه مجموعه از فرایندها و آدم ها ممکنه درگیر این باشن که بتونن این کار رو بکنن و بعد زمینه برای پیشرفت و موفقیت فراهم بکنن. اما اگر فرض بگیریم که همین حرف اینشتین رو بار بکنیم به یک تصور اختیارگرایانه، خیلی مضحک میشه. اینجوری میشه که مثلا فرض کنیم که این آدم انگار به اندازه کافی نخواسته پیروز بشه و برای همین شکست خورده. یا در مورد مثلا فرض کن مولانا، اون حرفی که شما میزنید، رنج و گنج، این همون بحث اخلاقی و دینیه که با به یه معنای تحمیق انسان سعی میکنن رنج رو به معنی گنج بفروشن و آدمی رو در پذیرش شرایط خودش به یه معنای کمک کنن، مثل مواد مخدری که طرف مصرف میکنه تا از واقعیتی که آزاردهنده است نجات پیدا کنه. در مخالفت با حرف شما یاد یک صحنه ای از فیلم بایسیکل ران مال محسن مخملباف میفتم که یک سری آدم های بیمار ورشکسته از جهات مختلفی رو در یک مسابقه جمع کرده بودن. اینا آدم هایی بودن که رنج میکشیدن، مثلا جزام داشتن، بخشایی از بدن خودشون رو به خاطر بیماری از دست داده بودن. در نتیجه خب هیچ کس بودن در چنین موقعیتی رو نمیپسنده، اما اون کسی که اینا رو جمع کرده بود و از اینا میخواست استفاده کنه که باعث موفقیت اون بایسیکل ران بشه، میگفت چشاتون رو ببندید و بگید ما چقدر خوشبختیم. نمیشه چشا رو بست و گفت ما چقدر خوشبختیم. بدبختی های زندگی کم نیست، واقعیت به خودی خود بسیار آزاردهنده است. درک واقعیت و ایستادن در برابر این بار سنگین چیزی نیستش که به این راحتی به دست بیاد. مجموعه از مطالعات، مجموعه از فرهنگ‌ها، بگومگوها و گفتمان‌های درخور انسانی و دقیق میتونه انسان رو کمک بکنه که در این موقعیت بیسته و بار هستی رو بکشه. و یکی از اینا خیلی مهمه، نگاه جعبگرا به جهانه. اینکه ما چه موفق بشیم، چه شکست بخوریم، چه در موقعیتی فرودست باشیم،
چه در موقعیتی فراده است، تمام اینا برآمد المان‌ها و پارامترهایی هستش که پیش از ما رقم خورده و ما رو در چنین جایگاه قرار داده. اتفاقا چنین چیزی هست که از دلش یک نوع آسیب شناسی بسیار شورانگیز و رها کننده در میاد. درک موقعیت، آسیب شناسی موقعیتی که نمیپسندیم و ببینیم به کجا میرسه، به جایی که فکر کنیم چه کسی مقصره. چون هیچ کس آگاهانه و برای اینکه جهان رو مثلا فرض بکنیم که بد بکنه معمولا این کارا رو نمیکنه. همه اینها برآمد نادانی ها و ناتوانی هاست که وقتی کشف بشه تازه انسان در موقعیتی قرار میگیره که میتونه شرایط تغییر رو فراهم بکنه از طریق فیدبک ها و بازخورد هایی که در زندگی اجتماعی، در زندگی فردی و روانی فراهمه. یعنی میخوام بگم که در این موقعیت بسیار محدودی هم که شما مثال رو هدایت میکنی به اونجا، واقعیت اینه که نه، زندگی روزمره ما پر از رنج و احساس حقارت کم و بیش در همه انسان ها هست. دلیلش هم اینه که ما در یک فرهنگ اختیارگرا بزرگ میشیم که دائما ما رو به خاطر شکست هامون سرزنش میکنه، در صورتی که هیچ انسانی شکست رو انتخاب نمیکنه. یکی از روانشناسای برجسته هستش، اسکینر، میگه که انسانی که شکست خورده، انسانی که در رسیدن به یه خواستای ناکام بوده، تفاوتی با ما نداره، اونم تمام تلاشش رو کرده، اون چه که داشته در طبق اخلاص گذاشته، رفته برای اینکه به اونجایی که میخواد برسه، اما اون نرسیده. چون نرسیده به این معنا نیست که نمیخواسته برسه. این ما یه آدم سایکوپاد که مشکلاتی در اجتماع داره، جرمی رو، جنایتی رو مرتکب میشه، نه به این معناست که اون نمیخواد موفق بشه. اون تمام اون چیزی که یاد گرفته، توی چنتش بوده، توی چنتش قرار گرفته بر حسب بخت، همینه. اون نوع دیگه ای از آداپتیشن، سازگاری با محیط رو یاد نگرفته. بنابراین همچنان مشکل پابرجاست. بله، شما موقعی که به دو تا از بزرگترین متفکران تاریخ بشر تفکراتشون میگین چون گندن نمیتونن حرفای گنده زده باشن، مولانا بعد از کتابش، کتاب مثنوی مولانا بعد از تورات، بعد از انجیل، پرفروشترین کتاب در کشورهای غیر فارسی زبان، مسلماً امتیازی، سابستنسی، جوهری، حقیقتی مردم در شعرهای مولانا میبینن، در حرف مولانا میبینن که اینجوری در سراسر جهان افکارش و تفکراتش حامی داره. چند تا، من خودم چند تا از بزرگترین هنرپیشه‌های سینما، معروفترین آدم‌های دنیا رو میشناسم که به زبان فارسی اشعار مولانا رو روی بدن خودشون حک کردن. از بهترین فوتبالیستا، بهترین هنرپیشه‌های سینما، از انجلینا جولین گرفته تا براد پیت، تا یه سری از آدمایی که در کلام او رهایی پیدا کردن. تو همون شعری که من برای شما گفتم، اون شعر، من تعبیری نکردم از اون شعر، اون شعر اصلا واقعا تعبیر لازم نداره. در یه شعر بسیار عجیب و غریبی که واقعا حقیقت نهفته درش قابل انکار نیست، میگه ای قوم به حج رفته کجایید، کجایید، معشوق همین جاست، بیایید بیایید. شما ببینید تو همین جمله، اگه اون کسانی که اینقدر به خودشون زجر سفر به حج رو هموار میکنن، اگه به این فکر کنن که این همسایه من که کنار من شب گرسنه سر به بالین میذاره، اگه من به وضع این رسیده ای کنم، اگر اینو از بقول شما خجالت در مقابل زن و بچهش رها کنم، آیا این بیشتر لذت بخش نیست؟ از بر هر معیاری که شما فکر کنین، از معیار خداپسندانه تا از معیار انسان پسندانه تا از معیار خودخواهانه، آیا این کار بهتری نیست به جای اینی که من استاتوس سیمبل بخرم برای خودم؟ توی جمله بسیار ساده از همه یه تمایزی میکشه بین آنچه که ما تلقی داریم از خوشبختی یا از اعتقاد یا از ایمان و اون چیزایی که زیر چشممون و زیر سیبیلمون رو نمیبینیمش. اون وقت موقعی که این دوگانگی رو میگه، میبینه دوگانگی‌های مختلف رو میگه، میگه معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما از چه هوایید. ببین این دوگانگی رو میگه، یک تو بیت اولش میگه، تو بیت دومش میگه، بعد نشون میده که اون زجری که ما به خودمون تحمیل کردیم، این زجر یعنی اون رنج، واقعا اون رنجی که لازم داره که من ببینم که
زیبایی به همسایم رسیدن از زیبایی به حج رفتن بسیار با شکوه تره، این رنج من واقعا میتونه گنج من باشه. من میتونم به سادگی این نقبو بزنم از اون جهان بینی به این جهان بینی، از جهان بینی اینی که به مکه برم تا حاجی بشم تا اعتبار پیدا کنم، به جهان بینی اینی که کنار من اگر انسان بزرگی هستم کنار من نباید یک گرسنه سر به بالین بذاره. این دوتا تفاوت واقعا میگه که شماهایی که دنیا رو میگردین، نمیدونم زحمت میکشین، میرین به حج یا کارهای دیگه میکنین که یه اعتباری در زندگی به دست بیارین، این زجری که دارین میکشین، این زجر رو میتونین تبدیل به گنجش بکنین اگر بشینین دربارش فکر بکنین. حرف بدی نمیزنه، حرف دروغی نمیزنه. شما اگر این رسپی رو که مولوی میگه به کار بگیرین، تمام مبانی رنج خودتون رو پیدا کنین. یکی یکی ببینین تو زندگی از چی رنج میبرین. آیا از پول نداشتن رنج میبرین، یا از قیافه رنج میبرین، یا از محل زندگی رنج میبرین، یا از ماشین نداشتن رنج، از هر چی که رنج میبرین، رنگ پوستتون رنج میبرین، بهش نگاه کنین، بعد ببینین که واقعا چه چیزای دیگه وجود داره که گنج شماست. ما الان در با نوروساینس قرن 21 مشکل پا برجاست. اول از این که مثلا کتاب مولانا حالا مهم باشه یا مهم نباشه، خدمت عرض بکنم که به این که چقدر آدم فالوئرشن و اون رو دنبال میکنن بستگی نداره. بسیار از کتب مذهبی ممکنه هواداران بسیاری داشته باشه، ولی بر حسب زمان و با گذر زمان متوجه میشیم که چیزی برای گفتن ندارن. از طرف دیگه متون دینی و متون عرفانی به جهت این که در درون به یه معنای تهی هستن، چیزی به یه معنای برای گفتن دست کم در مورد هستی ندارن، خود به خود جاودانه میشن و خیلی فسینیتینگ میشن، یعنی مورد توجه قرار میگیرن اگر به این روح خالی بودن خودشون وفادار بمونن. ولی حالا اینا بحثایی که ما رو از داستان دور میکنه، ولی فرض بگیریم که حرف شما درسته، به همین جملات مولانا وقتی نگاه میکنیم، اونجایی که مولانا تلاش میکنه با ما گفتگو بکنه و فکت ها و گواهایی رو از زندگی در برابر ما قرار بده و به ما فیدبک و بازخورد بده و به ما کمک بکنه که ما متوجه بشیم که کجا اشتباه فکر کردیم، کجا استدلالمون غلطه، وارد فضای جبرگرایانه میشه. اونجاست که داره داده های ذهنی ما رو، امکانات ذهنی ما رو، امکانات داده‌ای ما رو تغییر میده که دوتا اتفاق بیفته. یک، اون مکانیزم پردازشگری که این داده ها رو پردازش میکنه دقیق تر عمل بکنه. دوم، اون داده ها دقیق تر بشن، یعنی انگار که یک نوع غربالی در داده ها صورت میگیره. مولانا یا هر کسی دیگه که به این سبت با ما وارد گفتگو میشه، مثل یه روانشناسی هست که به ما کمک میکنه که شناخت هامون اصلاح بشه. خب تا اینجا به درست و غلط ادعاهاش کاری ندارم، ولی خود کار جبرگرایانه است، یعنی کمک میکنه که ما جهان رو بهتر دریافت بکنیم، جهان رو بهتر توضیح بدیم، جهان رو و خودمون رو بهتر هندل بکنیم. اینجا به خواست ما بستگی نداره. اگر اون کاری که داره تلاش میکنه بتونه انجام بده، این اتفاق خواهد افتاد. همچنان که من و شما وقتی با هم صحبت میکنیم، من تلاشم اینه و شما تلاشتون اینه که با پیش گذاشتن فکت‌های مختلف، استدلال‌های مختلف به من نشون بدید که یه جا تو مغز من اون پردازشگر داده‌ها یا داده‌ها ایراد داره و باید این ایراد برطرف بشه. و بالعکس، اگر بتونیم این کارو بکنیم، اون آماج ما، اون هدف ما تحقق پیدا کرده. یعنی شما اگر دلینگ مثل ایکیوسان متوجه بشید یا من مثل ایکیوسان متوجه بشم راه حل چیه، مشکل کجا هستش، خود به خود مشکل برطرف خواهد شد یا دست کم مشکل بسیار آسان خواهد شد. این فرایند جبریه. اما اگر برگردیم به بخشای دیگه اون گفتگو، میگم گفتگوهای مذهبی و عرفانی معمولا از این جنسه که مشکلات دیگه ای هم هست. مثلا فرض کنیم اونایی که میرن به حج، تو همین مثال اگر بخوایم بمونیم، باز اینجوری ممکنه فکر کنیم که اگه اختیارگرا باشیم اونا احمقن یا اونا نمیخوان موفق بشن، نمیخوان رنجهاشون رو کشف بکنن، به گنج تبدیل کنن. ولی هزاران آدم هست که اینجوری هستن.
اونا هم مثل ما هم ایگرنس و اشتیاق زیادی دارن برای موفقیت و به همین دلیل راه دیگه ای رو میرن، چون اونها به درست یا غلط داده هایی در ذهنشونه، مثلا داده های مذهبی که از خانواده اومده، از فرهنگ اومده و از زبانه، مثلا در یک دیدگاه بسیار بسیار سفت و سخت فقهی میگه تو اگر مثلا میزان دارایی به یه حدی رسید وظیفته که بلنشی بری مکه، این همونقدر مهمه که کمک کردن به دیگران. در نتیجه برای مهم نیست این داده درسته یا غلطه، ولی وقتی این داده در ذهن یک انسان شکل گرفت اثر خودش رو خواهد داشت، برایند داده ها رو تغییر میکنه، خواست انسان رو و تلاشش رو تغییر میکنه. بنابراین میبینیم که مولانا چیز زیادی نگفته، یعنی در واقع اگر اون جنبه مثبتش که من گفتم به شما بازخورد میده رو بگیریم، بقیهش که به فضای اختیارگرایانه برمیگرده همچنان مشکل پابرجاست. برای همین همچنان آدمای زیادی هستن در این واویلایی که انسان‌های دیگه دارن تو زندگی شخصیشون تجربه میکنن، همچنان بلند میشن میرن حج و اون آدم‌ها رو به خودشون واگذار میکنن. یعنی میخوام بگم که این چیزی نیست که صرفاً با گفتن و فکر کنیم که اونا اراده‌ای دارن به این کار، نه، یه جایی کار ایراد داره که تا اون ایراد برطرف نشه، از جمله از راههایی که گفتم مولانا یا دیگران بازخورد میدن، این مشکل برطرف میشه. تا به اون مرحله نرسیم مشکل پابرجاست. ولی برگردیم به اصل گفتگومون، انسانی که شکست میخوره، انسانی که در موقعیت شکست قرار گرفته و شکست‌های مکرر، انسانی که ناکامی‌های بسیاری تلمبار شده، حتی اعتماد به نفسش رو از دست میده. مثلا من مثال خودم رو بذارم، من مثلا بچه که بودم تا کلاس دوم ابتدایی بسیار بسیار شاگرد تنبلی بودم، دلایل زیادی داشت، هیچ کس نمیفهمید. تازه ما از روستا مهاجرت کرده بودیم به شهر، از یک زبان ترکی به زبان فارسی، ترانزیشن های متعدد، پدر و مادرم خیلی تو باغ نبودن. خب این ترانزیشن ها من رو داشت از پا در می آورد. یکی از نمودهاش این بود که من توی مدرسه اون کارهایی که باید می کردم نمی کردم، کارهایی که نباید می کردم می کردم. خب معلم ها معمولا فکر میکردن که با یه شاگرد تنبل کودنی روبرو هستن. خانواده من خواستن به پدرم گفتن که اینو ببر بذار یه کار یاد بگیره. میدونی همش اتفاقی، یعنی هیچ کس اراده ای نداره که کار بدی انجام بده، ولی وقتی فقدان و نبود داده های مناسب هست و بازخورد های مناسب، همه دست به دست هم میده و هزاران کودک مثل من قربانی میشن. حالا از اون بر شانسایی ممکنه آدم بیاره، پدر من این حرف رو نمیپذیره به هر دلیلی، ممکنه چون منو خیلی دوست داره نپذیره، ممکنه که آدم مثلا احمقی بوده واقعیت نپذیرفته، ممکنه نه آدم بسیار زبل و زرنگی هم بوده، چون به هر حال 8 سال منو بزرگ کرده بوده، در من چیزایی دیده بوده که حس میکرده که این انسان آدم کودنی نیست. در هر صورت پدر من زانو زد و قدش رو به اندازه قد من کرد، به زبان ترکی به من گفت که اکبر جون اینا تو رو درک نمی کنن، اینا بلد نیستن به تو آموزش بدن، من تو رو میبرم توی مدرسه دیگه میذارم، قول میدم که شرایط بهتر خواهد شد. خب این کار رو کرد، داستان طولانیه. من رفتم توی مدرسه دیگه، به ضرب فلک و بسیاری از کارهای احمقانه که اونجا بود درسم رو خوندم، رسیدم تا کلاس پنجم، شاگرد تقریبا متوسط رو به پایین بودم، تا در دوره دوم راهنمایی یه معلم بسیار فوق‌العاده داشتم، یادش به خیر، اسمش رو میگم اینجا که نامش بلند بشه، آقای تبرایی، داشت یه مسئله هندسه‌ای رو سر کلاس حل میکرد. احساس کردم که مسئله هندسه رو داره اشتباه حل میکنه. خب شاگرد تنبل، شاگردی که بارها بهش گفته شده کودنی، یعنی فیدبک‌های بسیاری که یواش یواش آدم خودش هم قبول میکنه دیگه. خب من احساس کردم معلم داره اشتباه میکنه، ولی نه شهامتش رو داشتم، نه بلد بودم، نه تا حالا اصلا اتفاق افتاده دستم رو بگیرم بالا بگم این اشتباه هست. در صورت کوتاه کنم، دستم رو گرفتم بالا، گفتم اشتباه شده. آقای تبرایی گفت بیا اینجا توضیح بده ببینم. رفتم پای تخته با پته پته توضیح دادم. این معلم متواضع و انسان بسیار بسیار فهیخته ذره فکر کرد، گفت آره درست میگی، من اشتباه کردم، بچه‌ها یه کف برای اکبر بزنید. از اون موقع به بعد موتور من روشن شد و من نشون به اون نشون که هر سال بهتر از سال بعد شدم. در دوره دبیرستان سال چهارم نسبت به خودم، حالا
شاگرد خیلی خوب کلاس بودم بگذاریم، ولی نسبت به خودم بهترین موقعیت تحصیلی رو تا سال 12 داشتم. یعنی هر چقدر رفتم جلو بهتر شد. میخوام بگم نوع این روی کرد برمیگرده به درک این مسائل. اگر یک کسی بود که این روی کرد رو نداشت و بازخورد مناسبی به من نمیداد و به من به عنوان یه انسان نگاه نمیکرد که احتیاج به ساپورت دارم، خب من مثل انسان‌های دیگه‌ای می‌شدم که زیر این آوار ممکن بود بشکنم و دست و پا بیفتم. و بسیاری از کسایی که شکستن و افتادن تفاوتشون با ما فقط همینه که یک آقای تبرایی تو زندگیشون نبود. بفرمایید. بله، این داستان بسیار واقعا اثرگذار و جالبی که شما تعریف می‌کنید، تمثیل حرفیه که اینشتین میزنه که موقعی که میگه failure is success in progress. شما اون بار اولی که تو اون مدرسه قبلی بودین، اگر اون رو مدیران مدرسه یا معلمای مدرسه میخواستن پرفورمنس شما رو فیلیر تصویر بکنن در ذهن پدر شما، ولی پدر شما به قول شما به هر دلیلی، چه به دلیل عشق به شما چه به دلیل واقعا تجربه زندگیش، میدونسته که شما خیلی بیشتر از اون چیزی که اون معلمای مدرسه اول میگفتن هستید. بنابراین اون شکست رو نهایی تلقی نکرد، حقارت تلقی نکرد، حس کمبود تلقی نکرد، اینی که بچه من نمیتونه اون چیزی که بچه‌های دیگران میخوان بشن بشه تلقی نکرد، بلکه اینو یک مرحله، یک پله از این پلکان زندگی، از این نردبان زندگی شما تلقی کرد و به موجب تجربه که خودش داشت شما رو برد توی مدرسه دیگه، مدرسه ای که دیگران شاید شانس اینو پیدا کنن که به شما آنطور بنگرند که پدر شما به شما مینگره، و این شکست قبلی رو تبدیلش کرد به پیروزی. ممکن بود مرحله بعدی هم، کلاس بعدی هم، مدرسه بعدی هم شما باز دوباره شکست بخورید، ولی اگر پدری داشتید که مثلا تو مرحله بعدی هم بازم میبرد شما رو یه مدرسه دیگه، بازم میبرد توی مدرسه دیگه، تا بالاخره به آدم، به معلمی مثل آقای دکتر، گفتین آقای متولی، آقای تبرایی، مثل آقای تبرایی میرسیدین، اون وقت شما میدیدین که این شکست های مرحله اول و دوم و سوم و چهارم واقعا پلکان هایی بودن برای رسوندن شما به بام. ولی آدمایی که پله اول یا پله دوم یا پله سوم رو نهایت غایت زندگی تلقی میکنن و واقعا اون کسانی هستن که از بام تصویر خوبی ندارن. تو همون شعری که مولانا براتون خوندم، تو همون شعر، این شعر واقعا دریایی از درس، دریایی از تجربه درش هست. میگه گر صورت، شما مثلا مثال زدیم درباره آدمای سیاهی که ممکنه به خاطر پوستشون احساس حقارت بکنن. سیاه. گفتم بعضی از آدم ها به خاطر پوستشون، الزاماً سیاه نیست. یا بعضی از سفیدا، من سفیدا رو میشناسم که نسبت به سیاه، در مقابل سیاه ها سعی میکنن مثل سیاه ها باشن، سعی میکنن مثل اونا حرف بزنن، سعی میکنن مثل اونا موهاشونو ببافن و در مقابل سیاه ها احساس حقارت میکنن. یعنی این دو طرفه است. ولی مولوی به اینا میگه گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ببین، این یه تصور از واقعیته. دیگرانی هستن که در مذهبشون خواجه یک کسی دیگه است، خانه یک کسی دیگه است، مسجد، کعبه هم که واقعا عالی ترین خانه شونه. این مولانا این میگه که خب اینا آدمایی هستن که اینجوری تربیت شدن حقیقت رو اینجوری ببینن. موقعی که خواجه رو متفاوت از خودشون میبینن، خانه رو متفاوت از خودشون میبینن، کعبه رو متفاوت از خودشون میبینن، در مقابل خواجه ممکنه احساس کمبود بکنن، احساس بنده به آفریدگار بکنن، در مورد خانه، در مورد مسجد ممکنه احساس بکنن که فقط اونجا نماز خوندن ارزش داره، در مورد کعبه فکر کنن جایی هست که حداقل یک بار در زندگی با صرف نظر از توان مالیشون باید برن حتما تا به اون اعتبار توی اون مذهب برسن. مولانا این تفکر دیگه، یه تفکری که توی همین دنیای اسلام، توی دنیای اسلام کشور خودمون حتما شما کسانی رو میشناسین، منم کسانی رو میشناسم که به این ترتیب اندوکترینیت شدن، خواجه و خانه و کعبه رو جدا میبینن و یک سری مناسکی رو، یک سری ارزش‌هایی رو به خواجه و به خانه و به کعبه اطلاق میکنن. ولی به محض اینی که به یک تفکر عالی‌تری، موقعی که از صورت بی صورت معشوق میگه اگه این خدای شما صورتی نداره، چرا نمایندگان او روی زمین اومدن صورتک هایی مانند صورتک خواجه و صورتک خانه و صورتک کعبه درست کردن؟ این درک دیگه، درکیه که
ممکنه قبل از مولانا کسی نداشته، من نمیدونم کسی شبیه مولانا فکر میکرد، ممکنه عطار نیشابوری این شکلی فکر میکرده، کسان دیگه هم ممکنه که تفکراتی شبیه مولانا داشتن، ولی ما تاریخچه مذاهب رو که نگاه میکنیم میبینیم مذاهب واقعا تقسیم جهان ارزش گذاشتن روی خواجه و خانه و کعبه است و تفکرات واقعا عالی مثل تفکر مولانا که از یه مثال ساده استفاده میکنه، میگه اگه اون اعلی‌الیین، اگه خداوند خودش صورتی نداره، چرا اگه صورتش بی صورته، اون کسی که این همه ما بهش عشق میورزیم بی صورته، چرا این صورت بی صورت اینقدر صورتهای جدا سازه انسانها از هم دیگه درست کرده؟ این خیلی چیز ساده ایه. من بعضی وقتا موقعی که بر این نوشته های توصیف برندگان جایزه نوبل رو مخصوصا توی فیزیکی میخونم، پیش خودم فکر میکنم، میگم چرا من به این فکر نکردم؟ ولی اون کسی که اولین بار به این فکر کرده، اولین بار صورت، میگن کسانی که یک فرموله کردن درست، یعنی سوال درست پرسیدن، 90% جواب رو به دنبال داره. کسانی که اینجوری فرمولش میکنن، خب اینجوری که من یک گام برم جلوتر، شکست یا پیروزی رو آدم‌ها انتخاب میکنن یا شکست و پیروزی به ما تحمیل میشه؟ من فکر کنم در تعبیر شکست چیه و پیروزی چیه، اگه این تفاوت بین کسی که شکست رو میپذیره و کسی که شکست رو نمیپذیره، این تفاوت عمده بین ما هست و خود این تفاوت هم دیگه، حالا دیگه کسی که میپذیره یا نمیپذیره، خود اینم قابل فروکاییدن به یه شکسته دیگه. اگه فرض بگیریم اون چه که مولانا میگه درست باشه، معنیش اینه که آدمی که از دانایی و درایت خوبی برخوردار هست، رویکردش باید رویکردی شبیه اون چه باشه که مولانا میگه. اگر کسی که این رویکردی رو نداره، به یه معنای دیگه یه شکست دیگه ای خورده دیگه. این شکست رو و برعکس کامیابی رو ما انتخاب میکنیم یا بهمون تحمیل میشه متناسب با داده هایی که ما در زیر آوارش قرار داریم. شما اگر مثلا کسی باشین که توی جنگل های آمازون به وجود اومده باشین، رشد کرده باشین، نموف کرده باشین، هرگز از مولوی نشنیده باشین، هرگز از اینشتین نشنیده باشین، خب مسلماً هرگز این نوع تفکر رو، این تفکر که شکست پیروزی در حال پیشرفته، یا این تفکر که معشوق همینجاست، بیایید بیایید، این تفکر اگه نداشته باشین، خب این یه جبری که در زندگی به شما تحمیل شده. ولی در این دنیایی که من و شما زندگی می‌کنیم، در این دنیایی که اشعار مولانا، گفته های اینشتین، گفته های انسان های بزرگ دیگه برای ما راه رو اینجوری باز کرده، ببین اینا با وجودی که من اعتقاد دارم که شما اگر این داده ها وجود داشته باشه، بر حسب بخت ما در جای قرار گرفته باشیم که این داده ها یا داده های شبیه این در مغز ما باشه، که خب موفقیت رو به ما تحمیل میکنه، مگر اینکه نباشه. و اگر بر حسب بخت و در شرایطی باشیم که این داده یا مشابهش نباشه، ناکامی به ما تحمیل خواهد شد، ولی در نهایت به ما تحمیل میشه، انتخاب نمی کنیم. بذاریم یک گام بریم جلوتر، اصلا فرض کنیم ما یک انسان لختی رو در نظر بگیریم، لخت از فرهنگ، لخت از زبان، لخت از بسیار چیزهای دیگهی که از جمله مثلا شنیدن این حرفای مولانا یا نمیدونم اینشتین. آیا این انسان لخت به گونه ای طراحی شده که دائما آداپته بشه و سازگار بشه با شرایط محیط که زندگیش رو، حیاتش رو ادامه بده، یا آداپته شده که دائما شکست بخوره و له بشه و خورده بشه بره؟ ببینید، آدمی که توی دنیای لخت به دنیا بیاد که همه لختن، لخت بودن رو شکست تلقی نمی کنه. منظورم این نیست. منظورم این از اون تعلقات، از همین حرفایی که باعث اختلاف میشه، لخت تصور کنیم. یعنی یه انسان نوعی رو در نظر بگیر. یه انسان، حالا چه فرگشتی فکر کنیم که من و شما فکر میکنیم، چه الهی و متافیزیکی فکر کنیم، این انسان به گونه‌ای طراحی شده که یعنی موتورش به گونه‌ای کوک شده که دنبال پیروزی بره و شکست علارغم این کوک پیشینیه، یا اینکه نه، موتورش جوری تنظیم شده که دنبال شکست بره و موفقیت علارغم شکسته. ببین مولوی، این چیزی که شما میگین رو بهش واقفه به نظر میرسه و به آمار و احتمالات هم اعتقاد داره. میگه که این کاری که شما کردین، اگه مثلا 10 بار یه کار غلطی کردین، که من این کار غلط شما رو توجیه میکنم به وسیله اینی که مثلا گذشته شما، یا به قول شما
دیکتاتوری داده ها، این تکرار اشتباه رو به شما تحمیل کرده. ولی اگر یه چیزی رو، اینشتین یه جمله دیگه هم داره که خیلی معروفه، میگه doing something over and over and over and wishing for a different result is insanity. انسانیتی رو، جنون رو اینجوری تعریف میکنه، یه کاری رو دوباره و سه باره و چهار باره انجام بدین و فقط به خاطر اینکه نتیجه متفاوتی رو انتظار دارین. حالا اینو میشه مصداق شکست تلقیش کرد. ولی خود همین مصداق شکست رو هم مولانا به زیبایی تعریف میکنه، میگه اگه شما میخواین به آمار و احتمالات هم بپردازین، میگه که 10 بار از آن راه بدان خانه برفتین، 1 بار از این خانه بر این بام بره، 1 بار این کاری که من میکنم و این کاری که من دارم میگم و 1 بار 10 سال پشت سر هم رفتین حج، سال 11 بیاین پول حج رو بدین به همسایه فقیرتون که برای دخترش نمیتونه جهاز بخره. گرفتم، ولی پرسش پاسخ منو ندادید. یعنی گفتم این نوع روکردهایی که ما در حرفای مولانا یا انیشتین اونجایی که از بحثای علمی خارج میشه میبینیم، یه نوع هوشیاری پسینی ویژه است، برآمد تجربیات و داده هایی که این آدم ها بار میکنن و پیش میذارن و اگر ما اون داده ها رو بپذیریم، مثل میان بخش از داده های ما میشن، طبیعیه که برایند داده های ما رو تغییر میدن، به درست و غلطش هم کاری ندارن. این اصلش که جبرگرایانه است. ولی اصلا فرض بگیریم این بحث رو بذاریم کنار، یه انسان لخ، یعنی انسانی که از این بحث ها بیرونه، بیاریمش بیرون، این انسان به چه گونه ای تنظیم شده یا کوک شده که بره پیروز بشه، فرگشت های ما رو اینجوری بار آورده، یا ما شکست ها رو انتخاب میکنیم. در نگاه اختیارگرایانه، همچنان که تو بعضی از تفسیرهایی که شما بار مولانا میکنی یا بار انیشتین، جمله انیشتین میکنی، به نظر میرسه اون کسی که این کار رو نمیکنه انگار انتخاب میکنه، انگار دلش میخواد شکست بخوره. ولی فرگشت ما رو اینجوری بار نیاورده، فرگشت ما رو اینجوری بار آورده که دائما تلاش بکنیم پیشرفت بکنیم. یعنی اون آهویی هم که شکار شیر میشه نمیخواد شکار بشه، سرنوشتش اینه، این تراژدی حیاته. ولی آهو به گونه‌ای تنظیم شده که فرار کنه و نجات پیدا کنه. آهو به گونه‌ای کوک شده که زنده بمونه، این به گونه‌ای کوک شده که زنده بمونه و اگه شکار میشه علارغم اون کوکشه. ما به گونه‌ای کوک شدیم در فرگشت، به مرور زمان این مکانیزم‌های بازخوردی که سوار شده در سیستم زیستی ما، به گونه‌ای بوده که ما را مسلح بکنه، به تعبیری که شما میگفتید ویژگی‌های برآمده‌ای که به وجود اومده، همش به این خاطره که ما در شرایطی قرار بگیریم که تصمیم‌های بهتری بگیریم، اراده به کارهای درخشان‌تری داشته باشیم که پیروز بشیم. یعنی میخوام بگم شکست به ما تحمیل میشه. اگر این درست باشه، اگر نه توضیح بدید، اگر درست باشه اون موقع با اون دیدگاه‌های اختیارگرایانه شما ناسازگاره. من فکر نمی‌کنم شکست به ما تحمیل میشه. من فکر می‌کنم یه شرایط ابتدایی، ما توی فیزیک یک شرایط اولیه داریم، اگه داده‌های شرایط اولیه رو به من بدین و قوانین فیزیک رو هم من بلد باشم، میتونم حالت آینده یک پدیده رو به حساب محاسبه بکنم. اون شرایط اولیه، مثلا اون چیزی که شما گفتین، یک کسی توی خانواده، مثلا همیشه من به بیمارامون اینو میگم اگر یک فرزندی در خانواده‌ای در هارلم که مادرش پراستیتیوت، پدرش هم دراگ دیلره، به دنیا آمده باشه، خب مسلمه این شرایط برای این بچه تحمیل شده. در جبری بودن این شرایط من هیچ حرفی ندارم. ولی بچه هایی هستن که در همین شرایط به دنیا آمدن، میشن براک اوباما. بچه های، البته براک اوباما مادرش اون کاری که من گفتم نبوده، ولی مادرش آنچنان آدم فرهیخته هم نبوده، پدرش آدم فرهیخته بوده ولی اینو ولش کرده رفته، ولی تبدیل شد به کسی که بالاترین مقام اجرایی این کشور رو به دست آورد. ولی کسانی هم هستن که زندگیش، یعنی شرایط اولیه زندگی اوباما رو دارن. اون شرایط اولیه، دلیلی که بحث من و شما بسیار جالبه، به خاطر اینی که قسمتی از زندگی جبرگرایانه است و من به اون اعتقاد دارم. کسانی که به اون اعتقاد نداشته باشن، یا به واقعیت‌های دنیای مادی آگاهی ندارن، یا دارن سعی می‌کنن چیز واقعی رو که می‌دونن رو انکار کنن. من هیچ کدوم از اونا نیستم. من معتقدم یه قسمتی از زندگی، اینی که من در خانواده پدری به دنیا اومدم که مثلا عاشق فلسفه بود، یا شما در خانواده به دنیا اومدین که پدر شما انقدر واقعا آدم باهوشی بود که به حرف معلمام حتی استناد نکرد در مورد موفقیت و شکست شما، اینا شرایط اولیه اجباریه. این شرایط اولیه جبر. سر اون شرایط اولیه اجباری که بحث نداریم، سر اون قسمتش که شما میگید غیر اجباری، آیا تو اون زمینه
ما انتخاب میکنیم مثلا اگر کسی بر حسب توصیف شما شرایط شبیه باراک اوباما باشه، باراک اوباما بختی یاره شده، یعنی یه چیزایی بوده حالا ما یا میدونیم یا نمیدونیم که باعث شده که این شگفتی در زندگیش رقم بخوره، یا اینکه نه خودش مثلا فرض کن که انتخاب کرده و اون برعکس، کسی که برعکس شده خودش انتخاب کرده قربانی بشه. اگر ما فرض کنیم که 1% از زندگی ما اجباریه، جبره، محکوم به جبره، 1% محکوم به جبر نیست، اون قسمتی که محکوم به جبره رو باراک اوباما با یه عده شریک داره، تفاوت زندگی و باراک اوباما با کسانی که قسمت جبری زندگیشون رو شریک داره، تفاوت در اچیومنت ها و دستاورد های اوباما با دستاورد های اون آدم های دیگه است. تفاوت در اچیومنت هاش که هست، ولی میخوام ببینیم که این تفاوت در اچیومنت ها اون چیزی که به دست آورده برآمد داده هایی بوده که حالا ما یا میدونیم یا نمیدونیم، و باراک اوباما رو مثلا به اون سمت مثبت هل داده و یه دوست دیگش رو به سمت منفی، یا اینکه نه اینا جفتشون به گونه‌ای تنظیم شدن که به سمت مثبت، به سمت موفقیت برن، برایند داده‌ها در یکی به سمت مثبت بوده، در یکی به سمت منفی بوده، بنابراین موفقیت انتخاب نشده. موفقیت مثل شکوفایی آنچه که در یک گل هستش اتفاق میفته. چون به آخر برنامه رسیدیم، من جواب شما رو این با یکی دیگه از شعرهای مولانا میدم. میگه این انتخابه، این چیزی که مولانا میگه انتخابه. میگه آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشان این بنمایید. آیا کسانی که این همه خدا 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 میکنن واقعا نشانه هایی از این وجود خدا دارن، یا تنها تمام مبنای اعتقاد خودشون رو دادن دست کسانی که از صورت بی صورت صورت سازی کردن و دکان درست کردن؟ این یک سوال ساده است که شما میتونی انتخاب بکنی، از مرجع تقلیدت بپرسی، میتونی عافیت طلبی بکنی، میتونی بترسی، میتونی به هر دلیل دیگه این کار رو نکنی. اون قسمت کار شما اینی که شما در... مثلا یه سوال خلاصه کنم، شما خلاصه جواب بدید. آیا بازگشت شما به عرفان مولانا برای توجیه دیدگاه اختیارگرایانه شما نشون دهنده این نیستش که به لحاظ علمی شما عقبگرد دارید میکنید؟ اولا این شعری که من برای شما خوندم عرفان نیست، واقعیته، حقیقت محضه، حقیقت محضه. هیچ نوع عرفانی، میستیسیزمی، هیچ نوع میستیسیزمی در این نیست. این کسانی که یه کسانی رو مولانا داره توی شعر انتقاد میکنه ازشون، اون کسانی که مولوی داره ازشون انتقاد میکنه، اونا زندگیشون میستیسیزمه، پر از رمز و رازه. هیچ رمز و رازی، چرا من دو تا آدمی که در واقعا در اینی که پاشون در واقعیت وجود داره و به هیچ وجه حاضر نیستن خودشون از واقعیت بکنن و واقعیت‌های دنیای قدیم رو به زبان زیبایی مورد نقد قرار میدن برای اینکه ما رو آشنا بکنن، ما رو کشان کشان، گیسوی ما رو کشان کشان به دنیای واقعیت‌ها بیارن، چرا به این میگین عرفان؟ چرا به این میگین میستیسیزم؟ در آخر حرف شما، برای اینکه به شما نشون بدم که این واقعیته، آخرین حرفی که مولانا میزنه میگه یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید. میگه شما اگه اونا که ادعا میکنن باغو دیدن عارفن، میستیسیزم دارن. یک گوهر جان کو اگر آن بحر بدیدید. میگه کسانی که اونجوری عشق رو در کعبه میبینن، در خانه میبینن، در خواجه میبینن، اونان که گمراهن، اونان که عارفن، اونان که عاشق دروغ شدن. ولی من دارم راه واقعی، راه مادی، راهی بر اساس قوانین مادی زندگی رو به شما نشون میدم. جای عارف و واقعا دانشمند اینجا عوض شده یه مقداری. بسیار عالی، این گفتگو رو ادامه میدیم، به ویژه اون بخش این که انتخاب میشه خوشبختی یا موفقیت یا به ما تحمیل میشه. این گفتگوی بسیار مهمیه، به نظر من هسته سخت شاید همین بحث جبرگرایی و اختیارگرایی یه جایی به اونجا میرسه. این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. تا اون موقع برای شما آرزوی سلامتی و شادی میکنم. بدرود. منم از شما سپاسگزارم برای این فرصت.